مهاجرت فقط به خاطر یک سرپناه. قسمت پنجم. فراموش کردم. به من گفته بودند که جلوی دیگران سوال نپرسم. اتوبوس همچنان می رفت. بعد از صرف صبحانه، مثل اینکه مسافران سر حال آمده بودند، شروع به صحبت با یکدیگر کردند. از زری پرسیدم حالت چطور است؟ گفت درد کم شده ولی پاهایم به شدت سنگین شده. گفتم طاقت بیار عزیزم، همه چیز درست می شود. حدود ساعت 1 بعد از ظهر شده بود. کم کم مسافران غر می زدند که گرسنه هستیم، یک جایی نگهدار چیزی بخوریم. و راننده اتوبوس در جلوی یک مهمانخانه ایستاد و اعلام کرد فقط 1 ساعت توقف می کنیم. به زری گفتم تمام سعیت را بکن که روی پاهایت بایستی. باید مبارزه کنی. تو اگر از پا بیفتی بیچاره می شویم. بچه ها هم برای مادرشان اظهار نگرانی می کردند. گفتم ما همگی باید صبور باشیم. همه چیز درست می شود. حالا بریم برای نهار. فرنام گفت آخه ما آمده ایم گردش. حالا مامان مریض شده. و فرید گفت آخه بدون مامان که نمیشه گردش کرد. و زری گفت من خوب میشم عزیزانم. و رو به من کرد و گفت 1 قرص دیگر به من بده. قرص را خورد و تمام تلاشش را کرد که از جایش بلند شود و به راه افتد. زیر بازویش را گرفتم و کمکش کردم. به راستی که اراده چه حس خوبی است و چه کارها که نمی کند. و مادر چه کارها که نمی کند. زری وقتی نگرانی را در چشمان پسرانش دید به خودش مسلط شد و گفت باید راه بروم. نمی توانم چشمان نگران و اشک‌آلود فرزندانم را تحمل کنم. کاملا معلوم بود که درد می کشد ولی ناله نمی کرد و تظاهر می کرد که حالش خوب است. این بار فرید و فرنام زیر بغلهایش را گرفتند و من از پشت مراقب او بودم که به زمین نخورد. هر طور بود خودمان را به مهمانخانه رساندیم. دلم برای زن و بچه هایم می سوخت. 2 روز بود که با نان و پنیر مادرم خودشان را سیر می کردند. اما همین که خواستم به گارسون سفارش غذا بدهم، زری گفت تخم مرغ می خوریم. نان و تخم مرغ بیاورید. ساکت شدم. بچه ها هم حرفی نزدند. بوی غذاهای مختلف فضای مهمانخانه را پر کرده بود و من به خاطر عزیزانم بغضم را فرو دادم و حرفی نزدم. آن نهار هم گذشت و دوباره سوار اتوبوس شدیم و دیگر میبایست آخرین ایستگاه شهر چشمه و پایان این سفر باشد. چشمان همه مسافران برق میزد و همه با خوشحالی از رسیدن به مقصد صحبت میکردند. این بار عصر که شد کمک راننده به مسافران چای داد و چقدر به جا بود. فلاسک آب جوش بود و تیبرگ چای که در لیوانهای کاغذی به همه چای دادند. گفتم برای بچه ها نصف لیوان بریزید، میترسم بریزند به خودشان و بسوزند. شاید هیچ چایی به خوبی چای آن روز عصر داخل اتوبوس نبود و به ما انرژی میداد. مناظر اطراف جاده هر چه پیش می رفتیم سبز و خرمتر و زیباتر می شد و سرانجام ساعت 7 غروب بود که وارد شهر چشمه شدیم. در طول راه شهرهای کوچک و دهکده های زیادی بود که اتوبوس از کنارشان گذشته بود. اما شهر چشمه را که دیدیم، نه تنها ما بلکه همه مسافران خوشحال شدند و وقتی به مقصد رسیدیم همه خسته و لنگ لنگان ولی خوشحال پیاده شدند. رئیس تور شیرین گفت 1 کنار بایستید. همگی گوشه ای از خیابان ایستادیم. از راننده و کمک راننده تشکر و خداحافظی کردیم و اتوبوس با تعداد کمی مسافر به راهش ادامه داد و رفت. مشخص شد که آنهایی که با تور هستند همه می خواهند راهی اروپا شوند
و هر کدام فقط یک ساک کوچک همراه داشتند. رئیس تور گفت به دنبال من بیایید و در کوچه باریکی وارد شد. همراهان اکثرا مردان جوان بودند. دو سه تا هم خانواده به چشم می‌خورد. و یک خانواده به غیر از ما یک بچه 6-7 ساله داشتند. در انتهای کوچه وارد خانه ای شدیم. درب حیاط باز بود و چندین بچه کوچک و بزرگ در حیاط بازی می کردند. دور تا دور حیاط اتاقهای کوچک بود که همه فقط در یک درب کوتاه چوبی و کهنه داشتند. هر یک از مسافران در یکی از آن اتاقها مسکن کردند و خانواده ما هم وارد یکی از این اتاقها شد. زیلوی کف اتاق پهن بود و یک کاناپه بسیار کهنه کنار اتاق و 4 پتو تا شده روی کاناپه بود قرار داشت. اولین کاری که کردم زری را روی کاناپه خواباندم و یک پتو روی او کشیدم و گفتم خدایا خودت کمک کن تا او سلامت شود. سپس یک پتو کف اتاق پهن کردم و کتم را تا کردم و کنار آن گذاشتم. به بچه ها گفتم بابا جان بخوابید تا خستگی پاهایتان در برود. بچه ها دراز کشیدند و یک پتو هم روی آنها انداختم. یادم افتاد که شام نخورده ایم و حتما زری و بچه ها گرسنه هستند. گفتم در اتاق را برای کسی باز نکنید. می روم نان بگیرم و از اتاق خارج شدم. ساعت حدود 9 شب بود. همین که خواستم از حیاط خارج شوم، مردی که روی یک تخت سنگ کنار حیاط نشسته بود گفت، به ترکی گفت آقا کجا می روی؟ گفتم می روم نان و غذا بگیرم. گفت این طرف ها مغازه نیست، اگر هم باشد الان بسته است. چند تا نان می خوای؟ گفتم نمی دونم، هرچه امشب را بگذرانیم. گفت علی آقا سپرده، هرچه می خواهید بدهم. گفتم مگر شما مغازه دارید؟ گفت نه، اما بلند شد و وارد یک اتاق پشت سرش شد. من هم جلو رفتم و جلوی در اتاق ایستادم. کلید برق را زد، اتاق روشن شد. یک دسته نان بربری روی یک سفره کنار اتاق بود. دوباره پرسید چند تا نان؟ فکر کردم و گفتم دو تا بده. گفت قاطق هم میخواهی؟ گفتم چه داری؟ گفت کنسرو، پنیر، کره، مربا، عسل. گفتم یک شیشه مربا هم بده. مربای بهداری؟ گفت بله. نان و مربا را گرفتم و به اتاقمان برگشتم. بچه ها که خیلی گرسنه بودند سریع نان بربری را که نسبتاً تازه بود از دست من گرفتند و شروع به خوردن کردند. گفتم صبر کنید، مربا هم داریم. به زری گفتم تو هم بلند شو کمی نان و مربا بخور. خلاصه آن شب را با نان و مربا گذراندیم. اما مشکل دیگر ما دستشویی رفتن بود. کنار حیاط 3 دستشویی قرار داشت که همه ساکنین میبایست از آن 3 دستشویی استفاده میکردند و یک شیر آب هم سر حوض 3-4 متری وسط حیاط بود که آب آن بسیار کثیف و تیره رنگ بود و ما فقط از شیر آب استفاده میکردیم. آن شب را گذراندیم و صبح روز بعد رئیس تور شیرین که همان علی آقا بود آمد و در تک تک اتاقها را زد. گفت می دانم که اینجا برای زندگی سخت است، اما به محض اینکه دریا آرام شود شماها را سوار قایق می کنم و به یونان می فرستم. زیاد از خانه خارج نشوید. نهار و شام و صبحانه را هم برایتان می آورند در اتاقتان. پرسیدم چقدر باید بپردازیم؟ گفت غذا و خانه را مهمان تور هستید. انشاءالله به زودی به اروپا می روید. و او به اتاق دیگر رفت. چند دقیقه بعد در اتاق ما را زدند و یک سینی با 4 فنجان و 1 کاسه کوچک شکر، 1 قوری چای و 2 تا نان بربری و کمی پنیر به من دادند.
بچه ها بیدار شده بودند. با مادرشان که احساس بهتری می کرد از اتاق بیرون رفتند و پس از شستشوی دست و صورتشان برگشتند. زرین ناراحت به نظر می رسید. پرسیدم چیزی شده؟ گفت نه، اما باید تا که اینجا بمانیم. گفتم علی آقا گفته تا دریا آرام شود. و فرنام و فرید پرسیدن بعدش چی؟ بعدش چی؟ می توانیم برویم دریا شنا کنیم؟ و فرید گفت آقاه گفت قایق سوار میشیم. گفتم اول صبحانه تان را بخورید، باهاتون حرف دارم. بعد از خوردن صبحانه گفتم بچه ها ما آمده ایم ترکیه که از ترکیه با قایق برویم اروپا. می دانید اروپا کجاست؟ فرنام گفت بله، ما در جغرافی خوانده ایم. اروپا یک قاره است. فرید گفت دنیا 5 قاره دارد. و گفتم درست است، اما ما داریم برای زندگی بهتر به اروپا می رویم. قاره اروپا چندین کشور دارد. به یکی از کشورهای خوبش می رویم، اما آن شرط دارد. پرسیدن چه شرطی؟ گفتم شرطش این است که به هیچ کس حرفی نزنید که ما کجا می رویم. هر دو قول دادند. و فرنام گفت وقتی رفتیم اروپا خانه بزرگ اجاره می کنیم. و فرید جوابش را داد آره دیگه، پس برای چی داریم میریم اروپا؟ زری گفت پسرهای گلم، بابا را خسته نکنید. وقتی رفتیم خودتان همه چیز را می بینید، همه جا را یاد می گیرید و زبان آنجا را هم یاد می گیرید. فقط صبر کنید تا خودتان ببینید. بچه ها که دیدن من و مادرشان حوصله سوال و جواب با آنها را نداریم، روی پتویشان دراز کشیدند و خودشان آنطور که دوست داشتن اروپا را تعریف و تفسیر کردند. کم کم بلند شدند و اجازه خواستند که به حیاط بروند. گفتم فقط نیم ساعت. پرسیدند چرا؟ گفتم ما این خانه و آدمهایش را نمی شناسیم. باید مواظب باشیم که درد سر برای من درست نشود. کمی توی حیات بازی کنید و برگردید. با کسی هم اصلا حرف نزنید. بچه ها که رفتن طاقت نیاوردم و رفتم بیرون کنار در اتاق ایستادم. تعداد زیادی آنجا بودند. خیلی بیشتر از مسافرینی که با ما در اتوبوس بودند. و بیشتر آنها برادران افغانی ما بودند، ولی هیچ کس جز با کسانی که نمی شناخت صحبت نمی کرد و همه چهره ها مضطرب بود. در دلم گذشت که اگر آنها هم قصد ورود غیر قانونی به اروپا را داشته باشند، حق دارند که اضطراب داشته باشند. دلم می خواست باهاشون حرف بزنم و بشنوم که آیا آشنایی با چنین سفری دارند یا مثل ما دل به دریا زدند؟ اما جرأت نمی کردم. علی آقا رئیس تور گفته بود در مورد مقصدتان با هیچ کس حرف نزنید. نه، نباید حرف زد. از کجا که در میان آدم هایی که اینجا هستند خبرچین نباشد. بچه ها یکمی دنبال هم دویدند. آنها هم دوست داشتن با سایر بچه ها حرف بزنن و بازی کنن، اما طبق سفارش من ساکت بودند و به اتاق برگشتند. 15 روز بود که در آن خانه بودیم. سینی صبحانه و نهار و شام مختصر و ارزان قیمتی برای من می آمد و می رفت و ما همچنان سرگردان بودیم. و تا علی آقا آنجا پیدا می شد سؤال می کردیم چه شد و او می گفت دریا آرام بود ولی امنیت نبود. آماده باشید، یکی از این شبها نیمه شب به سراغتان می آیم. قایق ها آماده هستند. زری حالش بهتر شده بود و آرام آرام راه می رفت تا اینکه شب 18 بود که نیمه شب 2 ضربه به در اتاق خورد. هراسان برخواستم. علی آقا بود، گفت حرکت کنید ولی هیچ صدایی نباشد، حتی پاهایتان صدا نداشته باشد. زری و بچه ها هم بیدار شدند. ساک کوچک من را که فقط 2-3 تا تکه لباس بچه ها درون آن بود برداشتیم و به حیاط رفتیم. تازه فهمیدیم چقدر ساکنین خانه تعدادشان زیاد است. حیاط پر از جمعیت بود. علی آقا فقط اشاره می کرد و نفس ها در سینه ها حبس شده بود. با اشاره علی آقا از خانه بیرون رفتیم.
آرام و آهسته دو مینیبوس پر از جمعیت شد و بدون چراغ و آرام حرکت کردند. بیش از 10-15 دقیقه طول نکشید، دو قایق که یکی بزرگتر از دیگری بود پر شد. نسیم نیمه شب باعث شده بود که سردمان شود، ولی هیجان نیز داشتیم. علی آقا گفت قایق بزرگ 46 مسافر دارد و قایق کوچک 21 نفر. حواستان باشد، به آبهای یونان که رسیدید جلیقه هایتان را بپوشید. و یک بسته جلیقه به یکی از برادران افغانی داد و گفت بروید به امید خدا. و قایق ها حرکت کردند. قایق بزرگتر جلوتر می رفت و خیلی داخلش شلوغ بود، و قایق کوچکتر که ما هم درونش بودیم در حدود 10-15 متری او حرکت می کرد. پایان قسمت 5.